در روز حادثه، روز تاسوعا، من در اون محل کمی بعد از فرمانداری نزدیک به مسجد در حدود شاید بشه گفت 30 یا 40 متری میدون قرار داشتم و به همین فاصله انفجار در سمت راست من رخ داد توی بلوار امام. محلی که اتفاق افتاده بود در این حدود اینجا بود، انفجار رخ داده بود. هیئت عزادارانی که مربوط به اداره کل شیلات بود در حال عبور بودند از این محل و تقریبا وسطای صف عزاداران بود به سمت انتها که عامل عملیات انتحاری خودش رو به جمعیت زد. اول با یک نگاه حدود 20 یا 22 شهید رو میشد تشخیص داد به خاطر اینکه هیچ گونه تحرکی نداشتند و خون سرازیر بود توی خیابون. بیشتر عزادارانی که به شهادت رسیدن در این محل در یک نگاه اجمالی میشه گفت که بجز 3 یا 4 نفر که مأمور راهنما رانندگی بودند بقیه همه شخصی بودند، عزادارانی بودند که کارمند بودند، افراد شخصی بودند، زن و بچه توشون زیاد بود. بعد از انفجار اول تقریبا دقایقی 7-8 دقیقه شاید هم 10 دقیقه بیشتر نگذشته بود که صدای تیر اومد و من به دنبال اون صدا رفتم داخل میدون و از داخل میدون به سمت صدایی که شنیده بودم توی اون مسیر روبروی درب فرعی فرمانداری چابهار بودم. در واقع اینها همزمان بودن. ما تصورمون بر این بود که نفر دومه، شون هیئت‌ها مشغول بودن. ظاهرا این که میاد نیروهای بسیجی بهش ایست میدن، چون اون چه که خیابون‌هایی که در واقع منتهی میشه به این خیابون اصلی همه تدبیر شده بود، بسته شده، مسدود شده بود. لذا این مورد رو تا ایست میدن و میگن کجا، دست میبره توی این جیب‌های بغلش و یه چیز رو برمی‌داره، یه اشاره میکنه. یک دودی ناشی از اون عمل نکردن یا عمل کردن چاشنی فقط بوده در میاد که بعد شروع به فرار میکنه. نهایتاً مأمور انتظامی که الان خودش هم هست مبادرت به تیراندازی میکنه و این فرد رو میزنه که در اون گوشه ساختمان انتهای خیابان همون جا افتاده بود. در این نقطه جسدش افتاد روی دیوار، بقایای اون هم مشخص هست. در این نقطه تقریبا شما دقیقا میتونید ببینید بقایای خونی که روی دیوار پاشیده شده. جسدش هم اینجا افتاده بود در کنار این دیوار. بعد از کلنگزنی پروژه بزرگ راه آهن چابهار زاهدان مشهد به دست توانای ریاست محترم جمهوری، متاسفانه با سرویس اطلاعاتی پاکستان ظاهراً احساس خطر کرده و باز همون حیث حسادت هایی که دارن به نظام ما این جیرخارا رو اجیر کردن. 100% هدف اولشون مسائل امنیتی و مسائل سیاسی بوده، مسائل دوم ضربه زدن به اقتصاد منطقه بوده، چون منطقه اقتصادش به سرعت در حال شکوفایی و رو به رشد هست. طرح توسعه اسکله ها و بندر در حال اجراست با بیش از 500 میلیون دلار سرمایه گذاری. چند روز قبلش، یک هفته قبلش، آقای رئیس جمهور جناب آقای احمدی نژاد حضور پیدا کردن در چابهار. کلنگ آغاز عملیات احداث راه آهن چابهار به زمین زده شد. اما چیز حاکی از این هست که اینها در اون سوی مرز، در اون خلوتگاهایی که دارن در کشور پاکستان آموزش می‌بینن و نهایتاً هم میان. چه بسا که خب الحمدلله سربازان گمنام امام زمان افرادی هم از اینها دستگیر کردن و اونها هم اعترافاتی رو داشتن که در کجاها رفتن، با کیا رفتن و چطوری آموزش دیدن و چه مأموریت‌هایی هم داشتن. ایجاد تفرقه بین اقشار تشیع و تسنن که این ذهنیت رو بدن که داره این به اصطلاح از طرف یک قشر خاصی و با یک دیدگاه خاص مذهبی به جامعه اهل سنت ربط پیدا کنه و درگیری های قومی مذهبی رو دامن بزنه. البته تا کنون به این نتیجه نرسیدن و همیشه با هوشیاری مردم و
ماموران و مسئولان نظام این توطئه ها خونسا شده.